اگه تو هم امروز مثل من حالت خیلی بده، این ویدیو مال توه. متاسفانه اصلا حوصله، یعنی حوصله و انرژی و اون حال خوبی که همیشه واسه آموزش دادن دارم رو ندارم. برای همین اینجور موقع هیچ وقت بی خودی تلاش نمی کنم که تظاهر به حال خوب بکنم. هممون پیش میاد برامون که یه روزای اینطوری داریم، چه توی رابطمون، موقعیتمون، کارمون، حالمون خیلی بد، اعصابمون داغونه. این ویدیو رو گفتم اختصاص بدم به اینکه روزایی که من اینقدر پایینم، حالم بده، اعصابم خورده، چی کار میکنم. اکثر اوقات سعی میکنم خودم رو به یه چالش سخت دعوت بکنم، یعنی سعی میکنم ضربتی، شاید هم درست نباشه، ولی سعی میکنم ضربتی خودم رو به یه چالشی بکشم که توی اون فضای سیاه و داغون خودم رو نگه ندارم، راستش رو بخواین. و بریم جلو ببینیم تو این ویدیو من چی کارا میکنم، چه چیزهایی پیش میاد. اولین کاری که میخوام بکنم این هدیه دوستم رو که بهم داده بود، مدت ها بود میخواستم باز کنم ببینم چیه. یه پازل ماکتوریه، از اونه که احتمالا پیر میکنه آدم رو، ولی چالش سخت خوبیه برای اینکه غرقش بشی، تمرکز کنی روش و سعی کنی از اون حال خودت رو دور بکنی. بریم اینو باز کنیم ببینیم توش چیه. یه خورده استارت تش رو بزنیم، قرار نیست همش رو نشون بدم، خودم هم اعصابش رو ندارم، ولی میخوام یه خورده شروع کنم باهاش کار کردن. این فکر میکنم شروع خوبی باشه که یه خورده منو متمرکز بکنه و از اون فکرهای آشفته منو دور بکنه، تا بریم قدم بعدی ببینیم کار بعدی که میخوام بکنم چیه. با من همراه باشی. خب ببینیم توش چیه، خودم خیلی کنجکاوم. یا خود خدا، حالم خوب شد. من نیستم. چقدر چیز داره، حتی قلمو داره. ای خدا، نمیدونم مشخص هست. بهترین راه برای خوب کردن حال چسبم داره. خب بریم تو کارش. خب ببین، منو فکر کنم بیچاره شدم. دفترچه راهنماشو فقط ببینیم، یه ماه کاره، یعنی من یه ماه باید حالم بد باشه که بشینم اینو درست کنم. خیلی جزئیات داره، به خدا غم و قصه‌م یادم رفت. ولی چقدر جذاب، یه آلبوم دفترچه راهنماشه، یه سری کاغذ و تشکیلات، اینا هم که مخلفات، هر کدوم هم اسم گذاری شده. حالا بریم یه تیکش رو درست بکنیم برای امروز. Thank you.
یعنی اصلا هیچ احساس خاصی نداره بگی یه آدم کنارش. یکی از کارهایی که موقع حالتون بده بعد بکنین اینه که بیاین بیرون از اون محیط ملتبسته، بزنین بیرون. من اکثر اوقات سعی میکنم اگه تنبلی اجازه بده این کارو بکنم. امروز هم اومدم موزه هنرهای معاصر چون یه مجموعه خیلی عالی رو به نمایش گذاشته، گفتم بیام هنر تزریق کنم طبق معمول، چون اصلا نمیتونم بهتون بگم، بارها هم گفتم هنر درمانه، اصلا همین فقط نگاه کردنش درمانه. بر همین الان مطمئنم که البته نمیذارم فیلم برداری بکنیم، حالا میپرسم ازشون یا با موبایل اگه بتونم چند تا صحنه میگیرم، ولی بریم ببینیم که چقدر حالمون رو خوب میکنه. برو بریم. Thank you.
زیاده. ببین بی نظیر بود، یعنی اینقدر حالم خوب شد که حد نداره. اصلا انرژی که این نقاشی به آدم میدن، بعد مجموعه واقعا عالی بود، خیلی فاخره با ارزش که بعد سالها رو نمایی شده بودن، از آرشیوی که ما توی ایران داریم از آرتیست های معروف، بر همین خیلی خیلی ارزشمند بود و کلی کلی حال منو خوب کرد. حیف که چند روز دیگه بیشتر نیست و موقعی که من ویدیو رو ادیت میکنم احتمالا این نمایشگاه تموم شده، وگرنه حتما توصیه میکردم که این نمایشگاه رو ببینین چون بسیار ارزشمنده. ولی حالا امیدوارم که تمدید بکنن و بمونه. و همینطور که دیدین وقتی یک مجموعه خوب و با ارزش رو نمایی میشه و به اجرا در میاد، به نمایش در میاد، دیدین که چقدر مردم هنر دوستن و برای تماشا میان. به خدا موهای تنم سیخ شده بود که همیشه هر جای دنیا من موزه و گالری میرفتم میگفتم چرا تو کشور ما نباید اینا باشه که مردم بیان استقبال بکنن و ببینن. و الان اون روز بود که دیدم این همه جمعیت اومدن و دارن نگاه میکنن. اصلا بیشتر از نقاشی ها از این صحنه لذت بردم. خیابونای تهران برام برو فیلم بگیر، واقعا دوست دارم این کار بکنم، ولی واقعا هم وقتشو نمی کنم، هم که یه خورده احساس امنیت نمیکنم توی خیابون دوربین دستم بگیرم. حالا الان که داریم میریم سمت آتلیه، همین جوری از خیابونا براتون میگیرم، شاید برای بعضیا یه خاطره رو تداعی بکنه. خب سلام از فردای دیروز. من نمایشگاهمو رفتم، حالم خوب شد، یه خورده خیابون گردی کردم و دیگه رفتم خونه. اون انرژی که لازم داشتم و از اون نمایشگاه واقعا گرفتم. دیگه امروز اومدم آتلیه، دیدین که با دو تا کار خیلی ساده، یه کار متمرکزی و یه کار حالا اجتماعی و فرهنگی هنری، واقعا حال من از این رو به اون رو شد. ولی موقعهایی هم که این کارها رو نمی کنم، تنها کاری که می کنم همه چیز رو توی آتلیه متوقف می کنم، از کار، شاگرد، فیلم برداری، ادیت، همه چی رو استاپ می کنم و یوتیوب می بینم. واقعا یوتیوب دیدن یکی از کارهایی هستش که حالا هم کلی چیز به من یاد میده، همی که کلی حال منو خوب میکنه. حالا به غیر از فیلم و سریال و اینا، واقعا من از یوتیوب خیلی چیز یاد گرفتم توی زندگیم، نه فقط حالا توی مبحث هنری. انقدر این دانشگاه بود برای من و من انقدر چیز ازش یاد گرفتم که تصمیم گرفتم کانال خودم رو بزنم و من هم یه بخش کوچیکی ازش باشم و بتونم منم همونقدر که دریافت کردم یه چیزی هم من بدم و آموزش بدم به شما عزیزان. این ویدیو آموزشی نبود، بیشتر نشون دادن حال و هوای من بود و امیدوارم که دوست داشتین و واقعا آرزو میکنم که هیچ وقت دلتون نگیره، غمگین نباشین. میدونم که اجتناب ناپذیره، ولی تا جایی که میشه کمتر و اگر که
تو این فاز و حال و هوا رفتین، شاید این چند تا کاری که من کردم به شما هم کمک بکنه. ممنون میشم اگر ویدیو رو دوست داشتین حتما لایکش کنین و کانال منو سابسکرایب کنین. مراقب خودتونم خیلی خیلی باشین.